خانم سادات حسینی فعال مدنی از روم همراه ما هستند تا پیرامون این موضوع گفتگوی با ایشان داشته باشیم. خانم سادات حسینی، با سلام و عرض ادب خدمت شما. خانم حسینی، برای آینده وضعیت کودکان و زنان و دختران در افغانستان تحت حکومت طالبان چه چشم اندازی پیش بینی میکنید و چه راهکار داخلی و بین المللی برای احقاق حقوق کودکان و زنان و دختران افغانستان وجود داره؟ بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه. ممنون. اگه با این چنین وضعیتی بخواهد افغانستان ادامه پیدا کنه، خیلی مشخص هست که ما با بحران سیاسی روبرو هستیم، با بحران انسانی هم روبرو میشیم. وقتی نگاه میکنیم سازمان اوچا، سازمانی که کمک های بشر دوستانه برای کل دنیا میاد جمع آوری میکنه، این مسئله مطرح میکنه، واقعا یک زنگ خطر هست. حتی شما ببینید با حوادث طبیعی که اینا در افغانستان اتفاق افتاده، بازگشت اجباری که به کشور انجام میشه، اینها مشکلات افزون میکنه. مثلا در گزارش اخیر که سازمان جهانی صحت مطرح میکنه، در قبال وضعیت مادران و کودکان بسیار نگران کننده و بسیار هشدار دهنده هست. یه هست که در گزارش آمده که روزانه 24 مادر و 167 نوزاد به دلیل مسائلی که قابل پیشگیری هستن جان خود را از دست میدن، نه که مسائلی باشه که واقعا قابل جلوگیری نباشه. اگه با این چنین وضعیتی که ما داره میبینیم ادامه پیدا میکنه، خب مشخص است بی‌ثباتی سیاسی وجود داره، بحران انسانی روز به روز افزایش پیدا میکنه. ما با یک جامعه روبرو میشیم که تمام نیروی انسانی خود را از دست میده، خصوصا زنان که پرورش دهنده یک نسل هستن. وقتی زمانی که زنان سطح سواد پایین داشته باشن یا سواد نداشته باشن، نسل درستی رو نمیتونن تربیت کنن. زنان وقتی با فشار روحی روانی روبرو باشن، طبعا تاثیرگذار هست بر روی تمام اعضای خانواده. ما با یک نسل کاملا با مشکلات روحی روانی روبرو هستن پیش بینی میشه اگه همچنان ادامه پیدا بکنه. ما چیزی که پیشنهاد میکنیم در قدم اول، گفتگوهای صلح باید پایدار باشه و این باید به صورت جدی آغاز شود. کمک های بشر دوستانه به خاطر که برای زنان و کودکان بیشتر از این آسیب زدنه شود، باید به شیوه های مختلف مردم رسیده شود، به شرطی که در دست گروه های افرادگرای قرار نگیره. در گفتگوهای صلح باید فشارهای بین المللی هم وجود داشته باشه که وادار بشه برای وجود آمدن یک دولت پایدار که همه مردم در اون مشارکت ملی رو ببینن. و اگر واقعا جلو از این مسئله گرفته نشه و واقعا توجه جهانی صورت نگیره، ما شاهد رشد گروه های افرادگرایی هستیم و این رشد گروه های افرادگرایی باعث میشه که نه تنها افغانستان لانه امنی برای اونها میشه، این خطرات برای کل دنیا وجود داره و انکشاف پیدا میکنه که متاسفانه در بعضی از موارد ما شاهد بعضی از حرکت های خشونتبار هستیم در بعضی از کشورها. این لازمه از این هست که باید به عنوان اولویت اول جهانی به افغانستان نگاه بشه، خصوصا به زنان و کودکان، که اونها وقتی ما کودک نداشته باشیم پس نمیتونیم جمعیت داشته باشیم. وقتی جمعیت نداشته باشیم، سرزمینیم بدون جمعیت که نمیتونیم اون تعریف بکنیم که وجود داره. و اگر ما مردمان مریضی داشته باشیم و مردمان بیسوادی داشته باشیم، طبعا اونها قضای اونها میشه جهل و این جهل باعث میشه که گروه های افرادگرایی رشد بکنن و اون چیزی که جهان واقعا پیش بینی میکنه ممکنه اتفاق بیفته. متقاضای ما از تمام نهادهای ملی و بین المللی هست که گروه های طالبان وادار به گفتگوهای صلح بکنن، دولت مشارکت ملی تشکیل شده و از همه مهمتر جامعه جهانی کمک های بشر دوستانه خود را افزایش بده تا ما شاهد بیشتر از این شاید بحران انسانی در افغانستان نباشه. بله، با تشکر از خانم سادات حسینی فعال مدنی که از روم همراه ما بودند.